با سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران زمین که هستید و به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم. در این شماره ویژه برنامه هایی که از لس آنجلس برای شما عزیزان تدارک دیدم، میهمان نخست ما آقای جورج هارونیان خواهند بود، کنشگر یا فعال امور اجتماعی ایرانیان یهودی در لس آنجلس. با ایشان در زمینه‌های مختلف گفتگو خواهیم کرد، با نقش گسترده جامعه ایرانیان یهودی در توسعه و معرفی فرهنگ ایرانی، فرهنگ و هنر ایرانی، نقشی که بر کسی پوشیده نیست و همواره مورد تقدیر قرار گرفته است. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای جورج هارونیان تحصیلات دانشگاهی خودشون رو در آمریکا به پایان بردن و مثل بسیاری از هموطنانمون در پی انقلاب اسلامی در ایران ناچار به ترک کشور شدند. در خارج از ایران فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند، بیش از چند دهه در آمریکا، فعالیت هایی که در ارتباط با جامعه ایرانیان یهودی بوده است، به ویژه در لس آنجلس و کالیفرنیا. نقش آقای جورج هارونیان در حمایت، معرفی و گسترش فرهنگ ایرانی، فرهنگ و هنر ایرانی، جامعه ایرانی، تاریخ ایرانی به جامعه و کشوری که در آن زندگی می کنند آمریکا، نقشی مورد تایید همگان است، نقشی مثبت، مؤثر و پیگیر. وقت برنامه ما کفاف نمیده که همه بیوگرافی آقای هارونیان رو بازگو کنیم. به اتفاق شما، به نمایندگی از شما عزیزان، به آقای جورج هارونیان خوش آمد میگوییم و درود. خیلی خیلی خوشحالم از اینکه خدمت شما هستم جناب چالنگی و با درود به بینندگان محترم شما. افتخار من هستش که در اینجا حضور دارم. باعث سرفرازی ما نیز هست. آقای هارونیان، بزنید از اینجا آغاز کنیم که امور اجتماعی ایرانیان یهودی که می‌فرمایید، بله، این توضیح اگه بدین ممنون میشیم که شامل چه اموری است؟ بله، در جامعه آمریکا. بله، امور اجتماعی به هر حال باید تعریفشو در آن زمان به خصوص در نظر گرفت. مسلماً زمانی که سیل مهاجرین ناخواسته به این مملکت بود، مسائل بیشتر دور و بر این بود که چگونه در اینجا سکنا پیدا بکنن، مسائل مهاجرتیشون چه بشه، بچه هاشون کجا مدرسه برند. ولی خب بعد از 30 سال، 35 سال، مسائل اجتماعی بیشتر حول و حوش جنبه های اختلاف نسل ها، جذب فرهنگ یا مقابله با فرهنگ غالب برای حفظ فرهنگ سنتی هستش. مسلما جامعه ما از 3 سو با 3 جهت باید در تماس باشه: یکی جنبه ایرانی خودش،
یکی جنبه یهودی خودش و البته جنبه آمریکایی که فرزندان ما که اینجا مدارس میرند مانند هر گروه مهاجر دیگه ای باید که میخوان انگلیسی صحبت کنن، میخوان فیلم امریکایی ببینن، میخوان موسیقی ایرانی گوش ندن و و و به هر حال این یک مسائلی است که و چیزهایی که به دنبال آن هستش و مثلا جامعه ما مثل بسیاری جوامع دیگه مواجه با عدم ازدواج جوانها هست، با جدایی ها هستش. جنبه دیگه فعالیت های اجتماعی که من خیلی بهش اهمیت میدم این هستش که جامعه به صورت یک واحد سیاسی در امور سیاسی و مدنی این مملکت مؤثر باشه، که در اون مورد هم اگر خواستید یه مقدار توضیحات میدم ما کارهایی در این موارد کردیم. میتونم بپرسم خود شما چه سالی از ایران بیرون اومدید؟ بله، من قبل از انقلاب به عنوان دانشجو آمدم آمریکا سال 1971 میلادی که تقریبا 8 سال قبل از انقلاب میشه 49 سال تقویم ایرانی، برای دانشجو آمدم آمریکا و البته ایران هم رفتم برای یک سفر، ولی تا اومدیم که لیسانس و فوق لیسانس و به جنبیم به خودمون که خانواده ایران رو ترک کردن و ما هم یه اینجا پذیرای خانواده شدیم و در اینجا موندیم. یعنی من درستر این هست که گفته بشه که شما دیگه نتونستید برگردید به ایران؟ نه دیگه، دیگه برای جامعه ما اصولاً یک ترس و واهمه‌ای بود از این که برگشتن به ایران مساویست با آزار و اذیت از سوی جمهوری اسلام. چون من در مقدمه اشاره کرده بودم شما بعد از انقلاب ناچار شدین ترک کنین. نه من بعضی وقتا من مرحوم پدرم یک شخص بسیار فعالی در امور فرهنگی بودند، واقعا از رهبران جامعه اینجا بودند و بعضی وقتا شاید اشتباه بشه اون کارهایی که ایشون کردن با کارهایی که بنده کردم. بنده البته دنبال روی پدر و گذشتگان هستم، ولی ایشون در کار قربان شما ایشون در کارهای فرهنگی واقعا شاید بشه گفت در جلودار این فعالیت ها بودند و به هر حال شما و نسل شما ادامه دهنده و خواهش میکنم. آقای هارونیان عزیز، ببینید این نقش جامعه یهودی ایرانی ایرانیان یهودی در کالیفرنیا در حمایت، در برپایی، برگزاری مراسم سنتی ایرانی و شکل‌های دیگه، موسیقی اصیل ایرانی، انتشارات و انتشارات فارسی زبان و فعالیت‌های دیگه در زمینه فرهنگ ایرانی نقشی است که مورد تایید همگان بدون هیچ تعارف و مبالغه‌ای. ریشه‌اش کجاست؟ والا ببینید این یک مسئله ایست که بسیار برای من فکر میکنم برای ما کسانی که یهودی زایده شدیم در ایران بسیار با اهمیته، چون که خودمون باید وقتی شما بچه کوچک هستید ما در یک خانواده ایرانی هستیم، فارسی با هم حرف میزنیم، عید نوروز، غذای ایرانی، همه چی ایرانی هستش. خب به هر حال 2700 سال شوخی نیستش. من فکر میکنم که همیشه هم یه موقعی بحثایی پیش میاد میگم که ما از بسیاری ها دیگران ایرانی تر هستیم. این جنبه هست، ولی در این حال و به عنوان مثال بذارید اینو در وسط صحبت بگم، میگویند که یهودیان ایرانی در حفظ موسیقی ایران نقش بسیار مهمی داشتن. خب اینا یک لحظه یا چند لحظه دربارش فکر بشه در عرض این قرون نوت که نبوده که کسی به بچهش نوت یاد بده. یعنی وقتی میگوییم سینه به سینه موسیقی حفظ شده و پخش شده، مخصوصا در زمانی که اسلام تشیع یا هر گونه اسلامی به هر حال منع میکرده موسیقی رو در سطح وسیعش، خب این یهودی ها بودن که به بچه هاشون موسیقی یاد میدادن، تار زدن، ویالون، هر چی که بوده
و تا رسیدیم به اوایل قرن بیستم یا موقعی که بزرگانی آمدن و موسیقی ایرانی رو نوت کردن و هنوزم که هنوزه نکردن خیلی شو، و یا شخصیتی مثل مرتضی نیداوود که زحمت کشید و تمام گوشه ها رو ضبط کرد و در رادیوی ایران موجود هست. به هر حال من فکر می کنم که این جنبه دوگانه فرهنگ ما از یک لحاظ بسیار بسیار هم مهم هستش، در مخصوصا در دوران امروز که بحث‌های سیاسی میشه و امیدوارم فرصت داشته باشیم در این مورد هم صحبت بکنیم، که یهودیان ایرانی یا ایرانیان یهودیش فرقی به نظر من نمی‌کنه، وفادار، علاقمند و عاشق فرهنگ ایران هستن. هیچ تعارفی هم در این مورد نیست، هیچ مبالغه‌ای هم در این مورد نیست. من خودم یه خاطره رو بگم در خاورمیانه، یعنی یکی از کشورهای عرب، یعنی در واقع در اردن، من برای کاری رفته بودم، کار همین روزنامه نگاری. اونجا در هتلی که بودیم یک خانواده اسرائیلی من دید که وقتی فهمید ما ایرانی هستیم، من در اون زمان مردی 45-6 ساله و انگاری که پسر عمو شدید، حالا نمیگم برادر، حتی خیلی گرم و بعد فارسی شکسته هم صحبت میکرد، ایران هم هرگز نبود. و بعد نشستیم و صحبتی که میکنم آوازهایی که میکنیم زمزمه میکنیم، بعد شروع کرد آوازهای قدیمیه یک همومی سید بسازن، این قدیمی های بانو غزال. گفتم اینا را کجا میدونی؟ گفت پدرم از ایران که اومده، خودش نرفته بود، متولد اسرائیل، از ایران با خودش صفای قدیمی رو همون زمان رو آورده. بله، بله. و اینا رو ما تو خونه از بچگی گوش میدن. بله بله بله. این واقعا تکوندنده بود. بله نه این واقعیت است. این خیلی برای من جالب بود و دیگه چند روزی که بودیم با هم میگشتیم و حرف میزنیم و دلبستگیش به فرهنگ ایرانی، هنر ایرانی، موسیقی ایرانی. بله. خیلی جالب بود، دوستی بله. خیلی جالبی پدید بود. بسیار عالی. الان بچه های نسل جدید آقای هارون. بله نسل جدید به هر حال ما برای انتقال این فرهنگ و حفظ اون مشکل داریم، یه واقعیتیه. در بعضی خانواده ها تک و توک مثلا کلاس های فارسی و بچه هاشون فارسی یاد میدن. ما بیشتر خانواده های ایرانی یهودی که من میشناسم عید رو کاملا، عید نوروز رو کامل اجرا میکنن، سفره هفت سین و غیره. ولی به هر حال ببینید مقابله با این فرهنگ قوی آمریکا کار آسونی نیست و ما به هر حال در جامعه خودمون سازمان ها و گروه های مختلف هستن که تلاش میکنن که این ماجرا رو حفظ بکنن، ولی کار آسانه نیستش. من فکر کنم همه خانواده های ایرانی این مسئله رو در اینجا دارن، خصوصا این که جامعه ما برخلاف جوامع دیگر امکان رفتن به ایرانمون بسیار کمتر هستش. ولی خب البته در دنیای کوچیک امروز با اینترنت و امکانات دیگر خیلی چیزها رو میشه به بچه ها، من به خودم، به فرزندان خودم مرتب این ویدیوهایی که از ایران هست و نشون میدم، میگم ببین چی ما چی داشتیم و چه از کجا آمدیم. و به هر حال سعی میکنیم که اینطوری با تکنولوژی جدید این غرور ملی واقعا حفظ بشه. من بچه ها، من اینجا خوب مشکله، همه بچه های ایرانی که بسیار زبونشون حفظ بکنم بسیار سخت است. اما بچه ها آشنا هستن با تاریخ ایران. بله من الان به خاطرم اومد که توضیح بدم، از بزرگان فرهنگ ایران دکتر باروخ بروخیم بود که بسیاری او را خوب به خاطر داره و چند سال پیش ایشون در سن 100 سالگی فوت کرد و واقعا خدمت کرد به فرهنگ ایران. آقای مشفق همدانی. باروخ بروخیم در لس آنجلس باعث شد
که در مدارس منطقه بیورلی هیلز که بسیاری هستن ایرانی ها، زبان فارسی رو درس بدن به عنوان یک زبانی مثل زبان اسپانیولی و فرانسوی و آلمانی، که هر کی بخواد زبان فارسی هم بتونه یاد بگیره. ایشون این کار رو باعث شدن. یا اینکه مرحوم پدر من، خودم یادمه که مجموعه کتب فارسی درباره ایران رو به کتابخونه لس آنجلس اهدا کردن، مثلا حدود 700-800 تا کتاب، شاید همچی چیزی بود، که به هر حال بدونن که خب اینقدر ایران دربارش میشه دونست. از این گونه خدمات واقعا بسیار بوده. بله. و آقای روخیم که فرهنگ انگلیسی به فارسی رو هم آقای حییم در واقع، اون سلیمان حییم، بله، اون بزرگ مرد که به هر حال هم فارسی انگلیسی و فارسی فرانسوی رو، فرانسه رو، شاید بزرگترین خدمت به فرهنگ ایران زمانی که درها به سوی اروپا و آمریکا داشت باز میشد، ایشون بودن که با این زحمات سالهای سال، من فکر کنم شنیدم 30 خورده ای سال زحمت کشید تا تمام واژه ها رو بتونه تا حد اکثر امکان تبدیل به مشابه یا مترادفش در زبان انگلیسی یا فرانسه بکنه. چندین نسل بهره‌مند شدن و بله. هنوز هم بله. از ثمرات خدمت ایشون بهره‌مند میشن. بله. بنابراین بچه ها رو که میفرمونید با تاریخ ایران آشنایی دارن، من فکر میکنم با یه خود کوتاهی داره، یه خود کوتاهی داره میشه، ولی مثلا الان در این روزهایی که اینجا هستیم، این استوانه کوروش در شهر لس آنجلس به نمایش گذاشته شده و من شنیدم بسیاری از مدارس لس آنجلس رو، البته با تشویق اون مؤسسه فرهنگ ایران، دارن میبرن که این لوحه رو ببینن و تاریخچه رو بخونن و بفهمن که ماجرا چی هست. شاید برای اینکه بزرگترین نامی که از ایران در تاریخ بشر هستش، شاید آن لوحه معروف کوروش باشه. مثلا این رو یک فعالیت هایی داره میشه که حتما بچه ها بیشتر و بیشتر به این نمایشگاه برن و آشنا بشن. شما اشاره کردید که به معرفی فرهنگ ایرانی به بله. جامعه آمریکایی. بله بله. به چه شکل بوده؟ جامعه ایرانیان یهودی به چه شکل عمل کرده و به چه شکلی عمل میکنه؟ والا جامعه بزرگتر امریکایی، من فکر میکنم که نقشی که جامعه ما ایفا کرد در اون باره، در همون 10-15 سال اول بعد از انقلاب که در اینجا مستقر شده جامعه ما، به هر حال به خاطر سابقه تاریخیمون زودتر از دیگران سازماندهی پیدا کردیم و تونستیم برنامه‌های هنری و فرهنگی ارائه بدیم. من خوب به خاطر دارم که خب امریکایی‌ها مثل خیلی کشورهای دیگه، مخصوصا امریکایی‌ها، میخوام بگم اروپایی‌ها شاید بیشتر میدونن، خب اطلاعاتی از ایران نداشتن، مخصوصا بعد از جریان گروگانگیری که جو بسیار منفی در امریکا بود نسبت به ایرانی و ایران، و ما مشکل داشتیم که بگیم آقا ما از یه مملکتی اومدیم که در اینجا تمدن انسانی بوده، انسانها به هم خوش رفتاری هم می کردن در طی قرون، و خوب خاطرم هست که ما رو بسیار رفتارهای ناجوری بودش، جلساتی گذاشته شده بود با جوامع یهودی آمریکایی که این توضیحات داده بشه که اینطور نیست، بلکه ایرانی ها صاحب یک تمدن انسان مدار هستند، ولی متاسفانه فعلا شرایط طور دیگه هستش. این خب اشاره کردیم به جامعه بزرگتر یهودیان در آمریکا. بله. شما وقتی در ارتباط با جامعه بزرگ یهودیان هستید در آمریکا، دلنگرانی هاتون درباره ایران
سرنوشت ایران، وضعیت کنونی ایران. بله. آیا در این ارتباط مطرح میشه؟ هست. خب 100% میشه. 100% ما این واقعیتی هستش که جامعه بزرگتر یهودیانی که از کشورهای دیگه زودتر از ما به این مملکت اومدن و مستقر شدن و متشکل شدند، که یهودیانی که از آلمان، روسیه جاها اومدن شاید 100 سال پیش، خب اینها احساس مسئولیت به بقیه جوامع یهودی دنیا هم میکنند و در طی این سالها با رهبران جامعه ما، داوطلبان جامعه ما به هر حال بسیار صحبت ها شده و ما با اینها مشورت ها کردیم که به هر حال اونها هم به نوبه خودشون در همه میدونن، همه این مسئله رو مطرح میکنن که در امور سیاسی آمریکا سعی میکنن نقش ایفا بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این موقعیت و این رابطه‌ای که ما داریم، تلاش ما این بوده، همونطور که چند لحظه پیش گفتم، که جنبه مثبت ملت ایران رو همواره مطرح بکنیم و مؤثر باشیم از این لحاظ که به سوی صلح و شرایط بهتر خصوصا برای ملت ایران برویم. بله. خب ببینیم، من در اینجا لس آنجلس محله های مختلف که میریم، از همین رسیدا گرفته تا تارزانا تا محله های مختلف ولی وودلند هیلز و نایز بقیه جاهایی که هست و اون وره کو، چون توضیح من بدم برای بینندگان عزیزمون که سان فرناندو ولی یه قسمت از لس آنجلس بزرگه که بینش کو هست و اون ور کوهایی که اون ورش اون آرم یا نشان هالیوود رو میبینید و اون ور لس آنجلس هست که میرسه به اقیانوس. به اون قسمت میگن لس آنجلس، این قسمت ولی مجموعه میشه لس آنجلس بزرگ. بله بله بله. ایرانی ها با هم هستن، یعنی یهودی، مسلمان، زرتشتی. بله. و مشکلاتی هم نیست و یک سنت قدیمی بسیار خوب. من جایی بودم که محله‌ای که برای همسایه مهمانی بود، برای همسایه غیر ایرانی غذا فرستادن. این سنتی که قدیما در ایران بود و این دوست آمریکایی بوده با اینا و دوست داشتن غذای سینی هم غذا برای ایشون فرستادن و این مشکلات ندارن. نه، در ایران هم همیشه همینطور بود. در ایران هم همینطور بود. بله. برای بعضیا نبود ولی برای اکثریت مسئله اینا. اما بعد از انقلاب مشکلاتی پیش اومد. این مشکلات برای از طرف حکومت البته. این مشکلات الان کمتر شده، بیشتر هست. به چه شکل هست؟ پیگیری میشه از طرف جامعه ایرانیان یهودی؟ والا من عقیده شخصی خودم رو میگم، چون مسلماً در یه جامعه همه یکسان فکر نمی کنه. جامعه اگر دلنگرانی برای آنهایی که در ایران هستند بوده باشه، من فکر می کنم جامعه ایرانیان یهودی در ایران مانند کل ملت ایران اکثرا ناراحتی امور اقتصادی، جوانها بیکار هستند، گرانی بیش از حد، این گونه مسائل است. ولی اگر از نظر سیاسی بگیم، خب مسلمه یک دولتی است که مبنای سیاستش بر مذهب هستش و کسانی که مذهب اونها نیستن رو خب با این کار کاملا جدا کردن و من شخصا میگویم که یهودیان در ایران در یک موقعیت بسیار آسانی نیستند، مشکل دارند، سوء استفاده تبلیغاتی از جامعه یهودی ایرانی به عنوان یک ابزار تبلیغات برای آزادی های سیاسی در ایران در جهان میشه. نمونهش آوردن نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی به همراه آقای روحانی بود
که ایشون بشن یک بلندگویی برای اینکه بله یهودیان در ایران وضعشون بسیار عالی هستش. خب خیلی ساده است، در ایران برای همه، کسی اگر صحبتی برخلاف مصالح و خط کلی دولت بزنه، ما میدونیم وضعیتش چه خواهد بود. پس در واقع این موقعیت وجود داره و اونها رو به عنوان یک وسیله استفاده دارن میکنن ازشون. بیشتر صحبت خدمات فرهنگی شد، من دوست دارم از آقای مشفق همدانی هم بله یادی بشه. بله بله، آقای مشفق همدانی گرامی که بخشی از کارشون کار ترجمه بود، ادبیات، شعر، من این بخت رو داشتم چند و چندین بار خدمت ایشون رسیدم در پیش از انقلاب و و بسیار هستن کسان. مشفق همدانی واقعا از بزرگان ادبیات معاصر ایران بود، خدا بیامرزتش، حدود چند سال پیش ایشون درگذشتن و بسیار انسان مولدی بود، یعنی مرتب می نوشت و تولید می کرد و فکر کنم حتی بعضی از نوشته هاش هنوز چاپ نشده و بسیار زیاد. بله بله، مرد بسیار شجاعی بود، در سنین بالا هم حتی خیلی پرکار. بله بله، بسیار پرکار بود. از این گونه افراد بودند و یهودیان به ایرانی در با ادبیات و فرهنگ ایران آمیخته هستند، ولی خب این شخصیت هایی که در مثلا در دوران 28 مرداد یا قبل از اون ایشون میدونید در خط دکتر مصدق بود و با شجاعت و شهامت بسیار در امور سیاسی قلم میزد و مورد احترام همه بود. صحبت کتاب شد، در اینجا بزرگترین ناشر در کالیفرنیا آمریکا، ناشر آثار فارسی آقای بیژن خلیلی و شرکت کتاب هست. بله بله، میشه گفت که شاید پرکارترین انتشارات فارسی زبان در خارج از ایران و فعالتر. این پرسش هست، ببینید این حمایت جامعه یهودیان ایرانی، ایرانیان یهودی از بله. فرهنگ و هنر ایران و هنرمندان ایران ضوابط خاصی داره؟ یعنی اگر هنرمندی هست از ایران میاد، عرض کنم خدمتون، یا همینجا هست، ضوابط خاصی داره یا نه فرق نمی کنه از دید جامعه؟ نه، ضوابط خاصی نداره. البته مانند هر پدیده دیگه ای، به هر حال لس آنجلس، شما میدونید موسیقی لس آنجلسی بیشتر از هر موسیقی اصیل فرض کنید متداول تر هستش. میدونم که بسیاری از این خوانندگان و نوازندگان مورد حمایت افراد بودند که دوستشون داشتن، بهشون پروبال دادن، هر وقت موقعیتی بوده دعوتشون کردن که اینها هم بتونن رو پای خودشون وایسن و واقعا از جون و دل، یعنی دوستشون داریم، یعنی مسئله ای نیست و نه ضابطه خاصی وجود نداره. من خودم شخصا امیدوار بودم که موسیقی اصیل ایرانی رو ما میتونستیم بیشتر و بیشتر حمایت بکنیم، چون که واقعا صنعت موسیقی ایرانی و هنر اصیل به نظر من اونجاست. در ایران شرایطی پیش بیاد، آزادی های فردی، آزادی های اجتماعی، آزادی بیان، احترام به انسان، همه اینا مهیا باشه، بله، تبعیض نباشه علیه مذاهب، ادیان، من یک شهروند ایرانی معاصر قرن 21 بله. حقوقشو داشته باشه، شما به ایران برمیگردید؟ بله بله، من با افتخار، البته فرزندانم متولد آمریکا هستم و فکر نمی کنم که به این سالگی دل بکنن از اینجا، ولی حد اقلش برای دیدار و دیدارهای مرتب، ما اونجا اقواممون اونجا هستند، اونجا خوابیدند، خاطرات داریم. و یه چیزی بهتون بگم جناب چالنگی، در هیچ مملکتی در خاورمیانه، اینو با تأکید میگم، بعد از کشور اسرائیل
شما آثار و ابنیه تاریخی مربوط به یهودیان نمیبینید در هیچ جا. یعنی شما هر شهر قدیمی ایران رو نگاه کنید، حالا میگن همدان، استر و مردخای، در اصفهان، در شیراز، در توی سرکان، در شوش، قزوین، کاشان، همه این شهرها تا کنیساها، ساختمانها، مقبره ها، آثاری از حضور یهودیان در ایران هستش که بعد حفظ بشه. و من امیدوارم که مسئولین امور هر کی میخوان باشن اینا رو بهشون احترام بگذارن و حفظ بکنن. بعضی جاها ببینید، یک قبرستانی هست در دماوند که 2000 خورده سال سابقه داره و متاسفانه چندین بار خواستن اونجا رو خراب بکنن. و 2000 خورده سال یعنی حضور، یعنی سنگ قبرها روش تاریخ 2000 ساله داره. یعنی دیگه از این بهتر و واضحتر از حضور یک گروه انسان در یه مملکتی رو نمیشه پیدا کرد. آقای هارونیان، وقتمون کوتاست، خواهش می‌کنم بیشتری در خدمتتون باشیم، با ما باشید و بینندگان ما. سوال سیاسی نیست، در واقع از جنبه اجتماعی داریم صحبت میکنیم. دوستی بین اسرائیل و ایران رو به نفع مردم ایران و اسرائیل میدونید نمیدونید؟ چه نگاهی دارید به این دوستی؟ والا من فکر میکنم هر انسان منصفی، هر کسی که نقشه جغرافیا رو نگاه میکنه، تاریخ رو نگاه میکنه، واقعیت ها رو نگاه میکنه، ایران و اسرائیل با همدیگه هیچ گونه مشکلی نباید داشته باشند. و در واقع در تاریخ ایران و یهودیان، ایرانیان و اسرائیلی ها همواره با هم همکاری کردند، دوستی کردند. 100% من این رو با اعتقاد راسخ میگم، با محکم میگم، میدونم که به حال منم دوست آشنا در اسرائیل خیلی دارم، علاقه مند به ملت ایران هستند، چون میدونن که ملت ایران یک خصوصیات خونگرمی و انسان مداری داره که میخوره، جفت میشه با اون خصوصیات یهودی ها که اون هم ما هم انسان دوستی، احترام به حقوق انسان رو داریم. به نفع ملت ایران و اسرائیل در دراز مدت خواهد بود که با هم دیگه دوست باشن، نمیگم که با هم دیگه ازدواج بکنن، با هم دوست باشن و همکاری داشته باشن. و امیدوارم انسان ایرانی های مصلح و دوراندیش این واقعیت رو بپذیرند. با سپاس بسیار از آقای جورج هارونیان عزیز و با امید به اینکه روزی نه چندان دور همه ملت‌های خاورمیانه دور از آشوب و دشمنی‌های موجود، هم از مسلمان و یهودی و مسیحی و بهائی و سنی و شیعه و هر مذهب و اعتقادی که دارن، برخوردار از رفاه و آسایش در کنار هم زندگی کنن، با اعتقاد به اینکه همگان بندگان و آفریده شدگان از سوی خداوندی واحد هستند. با امید به چنین روزی و با سپاسی دوباره پی میگیریم تفسیر خبر رو، برنامه ویژه تفسیر خبر رو از لس آنجلس. پی میگیریم برنامه ویژه تفسیر خبر رو از لس آنجلس. در این سلسله برنامه ها تلاش من همه این بوده و هست که چهره روشن، شفاف و واقع بینانه از جامعه ایرانیان لس آنجلس به شما عرضه کنم. امیدوارم در آینده نیز این برنامه ها ادامه پیدا کنه.
در زمینه‌های فرهنگی، هنری، اقتصادی و زمینه‌های مختلفی که می‌دونیم جامعه ایرانی لس آنجلس دارای حتی مدارس فارسی زبان در با تعداد معینی شاگردان مدرسه، نه مدرسه چندان بزرگ، و همینطور زمینه‌های دیگری که احتمالاً از طریق گزارش‌های دیگه به طور پراکنده در جریان هستید. در این شماره از برنامه‌های ویژه ما از لس آنجلس آقای وفا آذربهاری با من و شما هستن که نیاز به معرفی بیشتری جز نام و چهره ایشون نیست. وفا آذربهاری گرامی ما علاوه بر زمینه‌های اقتصادی و پیگیری اخبار و مسائل اقتصادی ایران، در زمینه رسانه‌های لس آنجلس هم از نوشتاری و رادیو تلویزیون دارای پژوهش‌ها و تحقیقات متعددی هستند در طی بیش از دو دهه اخیر که این تحقیقات و پژوهش‌ها نیز منتشر شده و حتی در برخی از رسانه‌های داخل کشور نیز بازتاب یافته. با ایشون در این بخش از این برنامه ویژه در همین زمینه گفتگو خواهیم کرد و به اتفاق شما خوش آمد می‌گیم. وفای عزیز، میدونم که از صبح تا غروب حداقل تا آخر شب و کار نداریم، دنبال میکنی اخبار ایرانو و در این حال در لس آنجلس از این منطقه به منطقه دیگه هر جا تجمعی هست میری میای، همه اینا رو. خب اگه بخواییم یه گزارش مختصر و به ما بگیم رسانه‌های لس آنجلس رو شما چطور تقسیم بندی می‌کنی؟ نوشتاری، دیداری و گفتاری. بله. این سه تا این سه مورد هست با در نظر گرفتن به این موضوع که به هر حال در سال 2013 با استفاده از فناوری روز ما رسانه‌های اینترنتی هم داریم، مثلا تلویزیونی که فقط روی اینترنت بگیره سوای موضوع ساتلایت که هموطنان در ایران یا جاهای دیگه در دسترسشون خواهد بود. رادیو اینترنتی هم داریم در رادیو و تلویزیون اینترنتی ما در لس آنجلس داریم. خب اگه بخوایم راجع به رادیوها بزن صحبت کنیم، رادیو اولین رادیویی که در اینجا راه افتاد در لس آنجلس رادیو ایران بود، نه؟ میتونیم بگیم اگه مقصودتون رادیو ایرانی که آقای گرگین، ایرج گرگین راه انداختن، از اونجا شروع شد که بعد آقای ثابت ایمانی هم پیشون پیوستن، اما فکر کنم بیشترین رادیویی که خارج از مرزهای اینجا شناخته شد رادیو صدای ایران بود که بعداً رو اینترنت هم آمد، ولی اکثراً به وسیله فرستنده‌ای که شما جعبه‌اش رو تهیه می‌کردین فقط می‌تونستین در منزل خودتون بشنوین. در محدوده کالیفرنیا یا لس آنجلس؟ در محدوده لس آنجلس، کلان شهر لس آنجلس اگر بگیم میشد چنیدش. بعدن که اینترنت آمد رو اینترنت هم بود، یا اینکه حتی تو نشریاتی مثل نیمروز لندن بازتاب داشت بعضی از گفتگوهایی که برنامه سازان این رادیو میکردن. اون رادیو رو آقای حقیقی و بعد آقای مروتی مثل این که پیروی؟ بله، در دوران آقای مروتی در حقیقت به آن چیزی رسید که ما یاد داریم و این رادیو متاسفانه تعطیل شده مدتی. خب در حال حاضر چند رادیو داریم شبیه همون؟ در حال حاضر من از جمعه که شما به بنده مأموریت دادیم و ذهن خودم رو منسجم کردم که این بازار رسانه ها رو در حقیقت جمع کنم، به 5 تا رو میتونم در حقیقت تایید کنم که وجود دارن. از این 5 تا رو موج AM وجود داره در اینجا، رادیویی که روی موج 670 ردیف AM هست و 13 ساله در این شهر فعالیت داره. سوای اون اینترنتی هست که آقای قائم مقامی میچرخونن، مسئولیتش رو اصلا دارن، و رادیوی دیگری که رو همون سبک مثل رادیو صدای ایران پرژین رادیو، اون رادیو در حقیقت هم از طریق اون حالت فرستنده جعبه‌ای که خدمتتون گفتم، هم به وسیله اپ هایی که رو تلفن های هوشمند هست کسی میتونه دانلود کنه و بشنوه، از اون طریق هم هست و مسلما از طریق اینترنت. آقای سعید قائم مقامی که معرف بسیاری از بینندگان ما هست، از کارگزاران یا همکاران
رادیوی قدیم ما و از پیشکسوتان در کار رادیو. من به شما مأموریت ندادم، یه سوء تفاهم میشه، فکر میکنن شما مثل جیمز باند مأموریت پیدا کردید، چون من سراغ داشتم یه همچین تحقیقاتی رو که انجام دادید. نه چون آقای چالنگی دوستانی هستن که همینجور از بابت کنجکاوی سوال میکنن که چند تا تلویزیون الان هست، و من چون وسواس دارم بعضی اوقات به این دوستان گفتم من مدتی است، میتونه حتی چند هفته باشه که دقیقاً رقمه رو بالا پایین نکردم، چون هم میآیند و هم میروند، و همون خاطر الان در حال حاضر من میتونم لااقل تایید کنم که در لس آنجلس 43 رسانه ام از گفتاری، دیداری و نوشتاری وجود داره، و همونجوری گفتم بعضی هاشم معدودشم رو اینترنت میتونه باشه اینا، ولی 43 تا وجود داره لااقل. شما البته دو سه هفته خیلی زیاده، شما یه دوستی ترانه‌سرا در همین شهر داریم که در واقع روزی دو ترانه هم میگفت، و ما یک روز نگران شدیم چون سه روز بود ترانه ای نگفته. خب به هر حال میتونید به ما بگید که چند روزنامه داریم؟ روزنامه ای که اولا ما دو تا روزنامه داریم که دوشنبه تا جمعه اینجا منتشر میشه، تقریبا سه دهه میتونیم بگیم که 30 ساله که این اتفاق داره میافته، به نام صبح ایران و عصر امروز. سوا این دو روزنامه که از قدمتشون هم طولانیه، چندین مجله هست از جمله جوانان که 28 ساله که باز داره به صورت هفتگی منتشر میشه، اما در مجموع یک چیزی تقریبا تا مرز 20، یعنی از 18-19 تا نشریه است که اینا بعضیاش هفتگیه، همونجوری گفتم بعضیاش دوشنبه تا جمعه است، و بعضیاش به صورت فصلنامه یا گاهنامه که ممکنه دو هفته یه بار باشه، ممکنه یه ماه یه بار، انتشار روتین و زمان دقیقی نداره و اینا. ولی هنوزم روزنامه، نوشتاری و تلویزیون بیشترین میزان، چون رادیو از همه کمتر. خب اینم باید بگیم واقعا منتشر کردن روزنامه هر روزه اونم بیش از دو دهه سه دهه کار ساده نیست، کار واقعا قابل تقدیری است. صبح ایران و عصر امروز. امروز و جوانان، هفته نامه بله موفقی که در خارج از آمریکا توزیع میشه و سبان که مهدی زکایی سردبیره، و جوانان رادیویی هم داره که اون رادیو اینترنتی است، یعنی همین با نام جوانان اگر دوستانی مشتاق باشن و برون رو گوگل بزنن، رادیویی هم خواهد بود که این رادیو هم برنامه داره، پخش میشه، یه سری گفتگوست بیشتر داره. اون روزنامه هم وبسایت دارن؟ اون روزنامه ها مدت هاست که وبسایت دارن، هم صبح ایران هم عصر امروز، جفتشون وبسایت دارن. عصر امروز وبسایت خبری هم داره سوای روزنامهش، در تا اونجایی هم که فرصت بکنن خبرها رو هم به دقیقه یا به روز خواهند کرد، سوای آن چیزی که در روزنامه منتشر میکنن. صبح ایران آقای سیروس شرفشاهی و عصر امروز همایون هوشیار نژاد. این رو هم من توضیح بدم که آقای مهدی زکایی پیش از انقلاب هم در ایران نشریه هفته‌نامه جوانان رو منتشر میکرد. میایم و میرسیم منبع تغذیه این نشریات بیشتر کجاست؟ آگهی؟ بله، یعنی آگهی، چون بعضی از این نشریات یا رایگانه یا اصولا تک فروشی آنچنانی نداره، به آنچه که میتونه چرخ این رسانه ها رو بچرخونه فقط آگهی است. خب به تلویزیون ها میرسیم، چند تلویزیون گفتید؟ تلویزیون، من چیزی رو که میگویم فقط در مورد لس آنجلس بزرگ، من حتی شمال کالیفرنیا هم تلویزیونی وجود داره که اون تو بحث من الان نیست. 21 تلویزیون وجود داره، مسلما بینندگان شما میدونن بعضی از این تلویزیون ها تازه تعطیل شدن، اما 21 تلویزیون وجود داره که این تلویزیون ها اهم از آنچه که در این شهر معروف شده به نام تلویزیون سیاسی تا غیر سیاسی تا تلویزیون مذهبی، شبکه سلام از همین قسمت ناحیه لس آنجلس، یعنی از حومه لس آنجلس که اورنج کانتی باشه، پخش میشه، همه جورش هست در حقیقت.
خب اون وقت اکثرا روی ماهواره هستن؟ بله به ایران میره، اکثرا به ایران میره. اگر تا اون روزی که مشکل مالی پیدا نکنن، این همه این رسانه ها در ایران پخش شده، بعضی اوقات قطع میشه، بعضی اوقات باز وصل میشه، که بینندگان شما در ایران بهتر این رو رصد میکنن و میدانن. اما بسیاریشون در ایران بوده، بعضیاشون خیر، بعضیاشون فقط در آمریکای شمالی پخش میشه. ولی به نظر میاد وفا جون که مثلا بیشتر از 21 بوده. بله، این به نظر نکته دقیقی رو میفرمایین، اکثرا هم همین جوره، اشخاص فکر می‌کنم به مراتب بیشتر از این هاست. ولی آنچه را که لااقل بنده یک بار دیگه نگاه کردم، یعنی کانال ها رو بالا و پایین کردم، بنده به عدد 21 که یکیش هم اینترنتی است، مثل تلویزیون میهن که قبلا هم در واشنگتن و آریزونا و الان آقای بهبهانی در لس آنجلس نشستن و دارن این کار رو میکنن، و همون خاطر 21 تازه یکیش هم اینترنتی است. خب من اشاره بکنم، تلویزیونی که ما داریم الان، این استودیویی که این برنامه رو ضبط میکنیم، تلویزیون ایرانیان بود دیگه، نیست؟ IR TV ایرانی. یک ساعت برنامه داشت اما به ایران نمیرفت. به ایران نمی رفت. اولین تلویزیونی بود که در خارج از کشور و در لس آنجلس از بعد از دوران گروگانگیری قرار بود از قبل پخش بشه، گروگانگیری گرفتاریایی رو ایجاد کرد، بعد از دوران گروگانگیری جواز گرفتن و شروع به پخش گرفتن. که الان با ما همکاری میکنن آقای علی لیمونادی عزیز، که برنامه هاشون هم میتونید در ایران فردا ببینید، یا حتی در یوتیوب گفتگوهایشون هست که در دهه 80 انجام. برنامه‌های جدیدی که برای ایران فردا، یعنی از آرشیو خیلی عظیمی که دارن، برنامه کوچه ایرانیان، گفتگو با چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری که از شبکه ایران فردا پخش میشه. این استودیو همینجا اولین تلویزیون بوده، هفته یک ساعت. هفته یک ساعت، روزهای یک شنبه رأس ساعت 11 به وقت محلی، 11 صبح. بله. اون موقع سه تا بودن. آقای منوچهر بیبیان رو هم باید جام جم. بله. و بعد جنبش ایران بود که آقای دلجو بود. اون وقت برنامه البته برای آقای غریب افشار بود که وقت رو باگذار کرده بودن به برادران دلجو. و بله سه تا بود و روزهای یک شنبه فقط بود. خب خیلی دنبال کردنش و همه چیز هم قابل کنترل تر میشه کنترل. ما مورد بحثای داخلی پشت پرده لس آنجلس نمیخوایم بشیم، برای اینکه میخوایم بیشتر جنبه اطلاعات داشته باشه. اما پرسش هست که چرا یک تلویزیون سراسری مستمر در لس آنجلس با این همه امکاناتی که هست پدید نیومد؟ من فکر میکنم این پرسش همیشه بوده آقای چالنگی، ولی در ساختار این بحث فرهنگی است، همون جوری که این مشکل رو در اپوزیسیون ایران انسان میبینه، یا اصولا در کانونها و انجمنهای مختلف قومی یا حتی مذهبی شما میبینی هیچ وقت نشده یک جریان متشکل باشه، و به همون خاطر این هی ادامه پیدا کرد و از بحث حرفه‌ای بودن اصولا آمد بیرون، چون آدم‌هایی که به هر حال قبلا این کار رو می‌کردن فرق می‌کردن، ولی الان سال‌ها پیش، یعنی فکر کنم 15 سال پیش، راحت تو نیمروز نشریه نیمروز لندن هادی خرسندی گفت به خانم آقایی برخورد کرده در لس آنجلس که اینها پیتزایی رسانه‌ای باز کرده بودن، ازشون سوال کرده چرا، گفتن که ما می‌خواستیم پیتزایی باز کنیم، دیدیم دردسرش زیاده، بعد رفتیم تلویزیون باز کردیم. به همون خاطر من فکر می‌کنم این طنز سیاه یک واقعیتی است که الان به خصوص بینندگان بسیاری از این تلویزیون‌ها به چنین نتیجه‌ای اصولاً رسیدن که آدم‌های بدون هیچ گونه تخصص این کارو انجام میدن و گویا از هر کار دیگری راحت‌تر شده. خب این نظر و ارزیابی شما هست. از اینجا کسی که فعالیت رسانه‌ها رو سالها دنبال کرده، اما یک پرسش دیگه هست. ببینید، خب منبع تغذیه و اقتصادی تلویزیون‌های لس آنجلس آگهی هاست، اما هنرمندان، خوانندگان تا چه اندازه نقش دارن در حمایت، یعنی کارشون، کنسرتی که میذارن چقدر به سود تلویزیون ها هست، سر پا نگه داشتن؟ در حال حاضر میتونم بگم هیچ
علتش به اینه که خود صنعت کنسرت و خود مسئله موسیقی متاسفانه جریان ورشکسته است در اینجا و هیچ مثل دهه 90 یا دهه 80 وجود نداره و خود حضور این همه تلویزیون و بخش اعظمی از این تلویزیون ها مسلماً با پخش کردن میوزیک ویدیو این خوانندگان یا حتی رادیوهایی که اینجا هستن، به همون خاطر قبل از اینکه حتی دوران سی دی برداشته بشه نمی خریدن، یعنی فروش این سی دی ها اومد پایین و میتونیم این رو راحت بگیم که حضور این همه رسانه به ضرر اصولا خود خوانندگان بود و اینها نشر و پخش شد. یعنی این چیزی نیست که فقط نظر من باشه، قبلا هم یا شرکت های تولید و تکثیر موسیقی در حالت ورشکسته یا نیمه ورشکسته در اومدن، مدت هاست، این امر تازه ای نیست. خب ببینیم وفا جون، یک انتقادی یا برای بی اهمیت جلوه دادن، یا بزنیم به صراحت بگیم، مثلا گاه لحن تحقیرآمیزی پیدا میکنه یعنی موسیقی لس آنجلسی، اما منصفانه اگه بخوایم نگاه کنیم حتی تلویزیونی هایی که به تعبیر لس آنجلسی سیاسی نبودن و در دهه 80 همین موسیقی هایی که چون این صفتی بهش داده شد، مثلا فیلم های ایرانی ساخته میشد صفت برای پایین آوردنش میگفتن فیلم فارسی، که این چیزی جالبی نبود. ببینید نقش داشته در زنده نگه داشتن این نوع موسیقی برای نسلی که دسترسی به این موسیقی نداشت، درسته؟ بل. نقش با اهمیتی است. یعنی موسیقی فرض بفرمایید پخش نوارهای خوانندگان پاپ پیش از انقلاب و آنچه که بعدها اومد، آدمایی مثل مارتیک مثلا از این طریق بیشتر شناخته شدن، حتی داریوش و و و و و بقیه و خوانندگان دیگه، میدونی این نقش مهمی بوده در یه ارزیابی جامعه شناسانه یا هر چی که بخوایم بگیم نیست، ولی برای نسل جدید، نسل پس از این نقش مهمی بوده در روزگاری که ویدیو هنوز باب بود و نوارهای VHS مسلماً همین تولیدات اینجا در مورد برنامه‌های ویژه به اصطلاح نوروزی که میرفت در ایران و بازتاب داشت و بسیاری از بینندگان شما یادشون هست. اما من تصورم بر اینه که با تایید آنچه که شما گفتین، خودآگاه یا ناخودآگاه با ظهور آنچه که من 24 ساعته ها در کل میگویم و این تلویزیون ها و عصر 24 ساعته ها، تولید اصولا در کل نابود شد. این تولید مقصودم از تولید هنری است، چه تئاتر بخواد باشه و چه موسیقی، چون تا قبل از اون حکایت چیز دیگری بود. بسیاری از همین خوانندگان یا فعالین تئاتر در لس آنجلس خودشان در قالب برنامه ساز برنامه هایی که گم شده عزیزان این آن را پیدا کنند، به همون خاطر تولید اصولا نابود شد. این که تا چه اندازه به هم دیگه ربط داشت و چرا اینجوری شد و خارج از حوصله این برنامه است، ولی در عمل چنین شد. برنامه بسیار پر حوصله است، خارج از وقت و این بله این بحثی است که وقت طولانی میطلبه و امیدواریم در آینده به این بحث ها بپردازیم برای روشن شدن زوایایی که به هر حال در تاریخ معاصر ایران نقش داشتن و از اون زاویه ها از اون جایگاه ها ارتباطاتی پدید اومد که دارای اهمیت هست، چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم. اینطور هست؟ اینطور هست. من فقط نکته ای رو هم که دوست دارم آقای چالنگی اضافه کنم، ما الان بیش از یک دهه است که اخبار کشورمون دست به نوعی کشورهای خارجی است. ما میتونیم از این موضوع ناخرسند باشیم. من سالها پیش گفتگویی داشتم با نمیشه اخبار کشورمون دست کشوره بی بی سی رسانه‌های مستقل، بله بله، بی بی سی، صدای آمریکا، رادیو زمانه، اینها تمامش در حقیقت نشان دهنده چنین وضعیتی است. من سالها پیش گفتگویی داشتم با آقای داریوش همایون که آیندگان رو در همین شهر منتشر کردن و بعد از 15 شماره آیندگان در هجرت یا در غربت رو و تعطیل شد. ایشون جمله گفتن این جمله شونه: شهری که یا مردمانی که از رسانه هایش گله‌مند است، نخست باید از خودشان گله‌مند باشند. ما این رو هم
در کنار اینکه انتقاد به وضعیت رسانه ها رو من پیشتر کردم و گفتم به وسیله آدم های غیر حرفه‌ای اداره میشه، بنده خودم این شانس رو داشتم که با شما در یک دوره اینجا ما نشریه‌ای حتی منتشر کردیم. بله بله، اما نشد. نه مشکل حرفه‌ای بودن یا غیر حرفه‌ای نیستش. شما مثلا خب کیهان لندن رو شخص بزرگی در مطبوعات تاریخ مطبوعات ایران احمد خان احرار سردبیری میکرد، اما تعطیل شد متاسفانه دیگه. یعنی ریشه کار شاید جای دیگه است، مدرن شدن وسایل ارتباطی هست، اینترنت هست، عدم مخاطب حرفه‌ای است. من اون حرف فرمایش شما درست، اما مخاطب حرفه‌ای هم ما نداریم. من فکر می‌کنم گرفتاری از اونجا بیش از هر چیز دیگه این نشأت می‌گیره. ولی با همه اینها قابل تقدیر هست ایرانی ده. که میاد سرمایه اگر داره، همون مختصر توانی اگر داره، حتی به امید سود میاد در کار رسانه میزن. شما اینو چطور ارزیابی میکنی؟ نمیخوایم وارد بحث تحلیلی تفسیری و تحلیلی بشیم، اما به هر حال در این شهر همونطور که اشاره کردن دو روزنامه در میاد هر چی که هست 30 سال صبح و کارهای خوبی در این شهر منتشر شده. ما در همون سال اگر برگردیم به سالهای بعد از یعنی از مقطع انقلاب بخوایم آغاز کنیم، کریم روشنیان مشاور مطبوعاتی آقای علی امینی و روزنامه‌نگار برجسته 82 شماره نشریه پردیس رو در این شهر منتشر کرد. فوق‌العاده حرفه‌ای است این نشریه، ارگانی نیست. یا تلاشی که آقای همایون در دهه 80 کرد، در این شهر کارهای خوب هم کم منتشر نشد. بله، نشریه ایران شهر رو که اشاره کردم ما زمانی در همین شهر در آوردیم، به اتفاق زاون عزیز وفا نیز با ما بودن و یا گپ رو که گپ. شما از دوره اول بله در سه دوره ما نشریه گپ در آوردیم، بعد به دلیل سفرهای بنده مدت کوتاهی بیشتر نبود. جا داره یادی هم بکنیم از نشریه پیام ایران، روانش شاد، منصور انوری بزرگ، روانش شاد، نشریه کاملا وزین که برای چندین سال در میومد، بازتاب دهنده نقطه نظرهای دکتر شاپور بختیار. و در این حال ارگانی نبود، هرچند که هدف مشخص بود ولی به هیچ وجه ارگانی نبود. اون تا بیشتر اون برحال من مایلم بار دیگه این نکته رو بگم، تمام رسانه هایی که در زنده نگه داشتن و معرفی فرهنگ و هنر ایرانی، هر جنبه هنر ایران اثر داشتن، کار قابل تقدیری انجام دادن. تلویزیون هایی که سالهای اول پس از انقلاب مراسم نوروزی برپا می کردن، با خوانندگان گرامی می نشستن و برنامه به ایران می فرستادن، به هر شکلی بدون تردید نقش مهم و قابل تقدیری در معرفی مراسم سنتی ایران به نسل جدید داشتن، نسل پس از انقلاب که محروم بود از سرکشی به مراسم ملی و سنتی خودش. سپاسگزار هستیم وفا آذربهاری گرامی، با سپاس بسیار از شما بینندگان عزیز. امیدواریم سلسله برنامه‌های ویژه از لس آنجلس رو در سفر آینده من نیز ادامه پیدا کنه و با امید به فردای بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان و آسماری و الوند کو و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش. من درسته تان.